سلام خدمت شما دوستان عزیز. از اینکه یگانه تیوی رو انتخاب کردین بسیار بسیار از شما سپاسگزار هستم. لطفا کانال رو سابسکرایب کرده و روی ایکون زنگ کلیک کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. لطفا با گذاشتن کامنت نظرات و انتقادات خود را به ما اعلام کرده و در بهبود و کیفیت ویدیو به ما کمک کنید. جهان در 150 سال آینده چگونه خواهد بود؟ زندگی بشر در قرون آینده به شدت تحت تاثیر فناوری‌های پیشرفته از جمله ابررایانه‌ها و ربات‌های هوشمند خواهد. توسعه فناوری‌های مختلف از جمله استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، توسعه دانش پزشکی، گسترش نفوذ سیستم‌های رایانه‌ای و ربات‌ها در زندگی انسان، مشکلات ناشی از افزایش جمعیت و پدیده گرمایش جهانی از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر زندگی بشر در 150 سال آینده محسوب می شود. طول عمر انتظار می رود که طول عمر بشر طی دهه‌های آینده با توسعه علوم مختلف به ویژه دانش پزشکی شاید افزایش چشمگیری بوده و انسان آینده بتواند به راحتی تا 150 سال عمر کند. درمان اختلالات ژنتیکی در دوران جنینی، توسعه درمان سرطان و ایدز، روش‌های نوین ژن درمانی برای بیماری‌های مختلف می توانند نویدنده عمر طولانی‌تر بشر آینده باشد. ربات‌ها اگر انسان آینده دست کم 150 سال عمر داشته باشد نباید تا سن 100 سالگی بازنشسته شود. در حال حاضر ربات‌ها در بسیاری از مشاغل جایگزین نیروهای کاری انسانی شده‌اند، اما در آینده ربات‌ها حضور جدی‌تری در زندگی انسان‌ها خواهد داشت و احتمالاً کارفرمایان انسان‌های آینده ربات‌های هوشمند خواهند بود. انرژی در حال حاضر استفاده از انرژی‌های پاک مانند انرژی خورشید یا باد به سرعت در حال گسترش بوده و اتکا به سوخت‌های فسیلی با منابع رو به پایان از جمله نفت هر روز کمتر می‌شود. انرژی هسته‌ای علاوه بر تولید حجم عظیمی از انرژی، امکان سفرهای فضایی به مقاصد دوردست را هم فراهم خواهند کرد. وضعیت جوی ادامه روند صعودی تولید دی اکسید کربن باعث افزایش چشمگیر درجه حرارت در نقاط مختلف جهان خواهد شد و در این شرایط تا یک قرن آینده شاید 11 درجه افزایش دما خواهیم بود. ذوب شدن یخچال‌ها، بالا آمدن آب دریا، وقوع طوفان‌های مختلف و بروز سیل در شهرها از جمله مشکلاتی است که ساکنان آینده زمین با آن مواجه خواهند بود. مغز انسان در حال حاضر نمونه‌هایی از رابط کاربری مغز رایانه وجود دارند که امکان کنترل برخی عملکردها را برای افراد معلول فراهم می‌کند. شاید تا یک قرن و نیم آینده تایپ کردن بر روی صفحه کلید به یکی از بیهوده‌ترین شیوه‌های نگارش تبدیل شود و انسان با اتصال مستقیم رایانه به مغز خود مطالب مورد نظر را به راحتی بنویسد. همچنین در آینده دسترسی آنی به اینترنت یا نرم افزارهای خاص با ایمپلنت‌های چشمی فراهم خواهد شد. ابررایانه پردازش حجم عظیم داده‌ها با نسل آینده ابررایانه‌های پرقدرت تسهیل خواهد شد. دانشمندان پیش بینی کردند که ابررایانه‌ها تا سال 2045 از هوش انسان پیشی خواهند گرفت. کلونی‌های فضایی با روند کلونی افزایش جمعیت ساکنان زمین و منابع محدود موجود در این سیاره، انسان‌های آینده باید در فضا به دنبال یافتن سکونتگاه باشند. از جمله طرح‌های در دست اجرا ساخت مستعمرات انسانی بر روی سیاره مریخ است و پیش بینی می‌شود که تا یک قرن دیگر شاهد تولد کودکانی در مستعمرات انسانی بر روی ماه یا مریخ باشیم.